متن قطعنامه اجلاس پارلمانی 18 دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل بدین قرار است. به دنبال صدور رأی دادگاه انگلستان مبنی بر غیر عقلانی بودن تصمیم دولت انگلستان برای ممنوع نگاه داشتن سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI و رد استیناف دولت از این رأی، به دعوت کمیته دوستان ایران آزاد جلسه ای در پارلمان اروپا تشکیل شد که سخنران اصلی آن خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بود. در این جلسه همچنین لورد اسلین رئیس سابق دادگاه عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی کشور انگلستان و پروفسور اریک داوید رئیس کالج حقوق دانشگاه آزاد بروکسل و شماری از وکلا و حقوقدانان انگلیسی و فرانسوی حضور داشتند. ده‌ها عضو پارلمان اروپا شرکت کننده در این جلسه بر موارد زیر تأکید می کنند. ما صمیمانه ترین تبریکات و قدردانی خودمان را به 35 قانونگذار انگلستان از هر سه حزب و هر دو مجلس این کشور که شجاعانه و مسئولانه از تصمیم وزیر کشور مبنی بر ممنوع نگه داشتن مجاهدین شکایت کردند نثار می کنیم. این شاکیان که یک قاضی سابق دیوان عالی، وزیر کشور سابق، دادستان کل سابق و دادستان سابق اسکاتلند و شماری از برجسته ترین نمایندگان را شامل می شود، به رغم سیاست های غیر عقلانی دولت انگلستان در حمایت از رژیم ایران و در خصومت ورزیدن با مردم و مقاومت ایران برشوریدند. شورای وزیران اتحادیه اروپا با عدم اجرای حکم دادگاه عدالت اروپا 12 دسامبر 2006 مبنی بر لغو تصمیم شورا در نامگذاری PMOI یک نمونه بی سابقه از نقض حکم دادگاه و بی‌اعتنایی به حکومت قانون را به نمایش گذاشت. اما امروز بعد از حکم دادگاه انگلستان و در هم شکسته شدن برچسب تروریستی علیه PMOI در انگلستان، هیچ بهانه‌ای برای شورا باقی نمانده است. گنجاندن PMOI در لیست اتحادیه اروپا به درخواست دولت انگلستان صورت گرفت و مقام ذی‌صلاح کشور که نامگذاری به تقاضای آن متکی است، وزیر کشور انگلستان است. به این ترتیب برچسب تروریستی علیه PMOI به طور کامل در هم شکسته شده است. لذا ما از شورا می‌خواهیم بدون فوت وقت PMOI را از لیست تروریستی حذف کند. قطعنامه می افزاید ما در پارلمان اروپا به عنوان منتخبین مردم اروپا وظیفه خود می دانیم که با تمام قوا از اجرای حکم دادگاه و حفاظت از حکومت قانون دفاع کنیم. ما تمام امکانات خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت. ما در برابر یک وظیفه خطیر تاریخی قرار گرفته ایم. خارج کردن مجاهدین از لیست تروریستی هم گردن گذاشتن به عدالت و قانون است و هم ضرورت مقابله با تهدیدات رژیم ایران برای صلح و آرامش در منطقه است و هم تنها راه تغییر در ایران و استقرار دموکراسی و آرامش در این منطقه از جهان است. ما از راه حل سوم خانم رجوی مبنی بر تغییر دموکراتیک در ایران توسط مردم و مقاومت ایران کاملا حمایت می کنیم. استمالت از ملایان حاکم بر ایران مهمترین تهدید صلح و دموکراسی در منطقه و جهان است و جنگ خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. ما مماشات با رژیم آخوندی را تحت هر نامی که باشد قویاً محکوم می کنیم و نسبت به سوء استفاده از گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا برای نزدیک شدن به رژیم آخوندی هشدار می دهیم. ما سوء استفاده از شعار صلح به عنوان سرپوشی برای مماشات با رژیم آخوندی را قویاً محکوم می کنیم. این رژیم همکنون در عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان یک جنگ ظالمانه را علیه نیروهای دموکراتیک تحمیل کرده است. تصریح می کنیم که شعار صلح چنانچه با نفی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران توأم نشود، عملاً در خدمت رژیم آخوندی و سیاست‌های سرکوبگرانه آن قرار می گیرد. ما نامگذاری سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت دفاع و دیگر موجودیت‌های مربوط به رژیم ایران را
در لیست تحریم های آمریکا یک اقدام ضروری در مقابله با پروژه های اتمی و تروریستی رژیم آخوندی و مداخلاتش در عراق می دانیم و خواستار گنجاندن سپاه پاسداران و نیروی قدس و وزارت دفاع و دیگر موجودیت ها در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و اعمال تحریم علیه آنها هستیم. ما با یادآوری ماده 7 قطعنامه 12 ژوئیه 2007 پارلمان اروپا در مورد شهر اشرف که به اتفاق آرا قویاً تهدیدات برای اخراج و قطع سوخت و آب آشامیدنی که توسط برخی مقامات عالی رتبه در دولت عراق علیه 4000 نفر اعضای اپوزیسیون ایران که در طی 20 سال گذشته در عراق پناهنده سیاسی بوده و استاتوی حقوقی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو را دارا بوده و از دولت عراق می‌خواهد که به حقوق آنها تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. مواضع صلیب سرخ بین‌المللی 20 مارس 2007 و کمیساریای عالی پناهندگان 6 و 9 مارس 2007 و گزارش اکتبر 2007 یونامی که تصریح کردند مجاهدین تحت حفاظت قانون بین‌المللی انسان دوستانه و اصل نان رفولمان قرار دارند و اخراج اجباری و یا جابجایی اجباری آنها در عراق ممنوع است. موضع صلیب سرخ بین‌المللی که تصریح می‌کند با در نظر گرفتن گزارشات سرکوب ساکنین اشرف، صلیب سرخ بین‌المللی به مقامات زیربط نسبت به مسئولیت‌هایشان مطابق قوانین بین‌المللی یادآوری می‌کند. مواضع رهبران سیاسی عراق به ویژه دکتر طارق هاشمی معاون رئیس جمهور، دکتر عیاد علاوی نخست وزیر سابق، دکتر عدنان دلمی رهبر جبهه توافق، دکتر صالح مطلق رهبر جبهه گفتگوی ملی، شیخ خلف العلیان رهبر شورای گفتگوی ملی و دکتر ندیم جابری که تاکید کردند حضور مجاهدین در عراق مبتنی بر کنوانسیون های بین المللی است که مجاهدین بر اساس آن پناهنده محسوب می شوند. بیانیه 300 هزار تن از شیعیان جنوب عراق در حمایت از حضور مجاهدین در عراق، واشنگتن تایمز 12 دسامبر 2007. بیانیه 5 دسامبر مجلس ملی عشایر عراق مرکب از رؤسا و شیوخ عشایر عراق از 15 استان در حمایت از حضور مجاهدین در عراق و فراخوان به بستن سفارت ایران در بغداد اعلام می‌کنیم. الف. بر طبق قوانین بین‌المللی و قانون بین‌المللی انسان دوستانه، حراست از شهر اشرف و ساکنین آن می‌بایستی توسط نیروهای چند ملیتی عراق ادامه پیدا کند. این حراست نمی‌بایستی به هیچ ارگان دیگری شامل دولت فعلی عراق و برخلاف اصل نان رفولمان صورت بگیرد. ب. نسبت به درخواست‌های غیرقانونی رژیم ایران علیه ساکنان اشرف هشدار می‌دهیم و توجه همه طرف‌های زیربط به ویژه نیروهای چند ملیتی عراق و دولت آمریکا را نسبت به حقوق ساکنان اشرف در چارچوب کنوانسیون 4 ژنو، اصل نان رفولمان و قانون IHL جلب می‌کنیم و تأکید می‌کنیم اخراج اجباری آنان از عراق و جابجایی اجباری آنان در عراق نقض اصول فوق است. جیم. نسبت به سوء استفاده‌های رژیم ایران از دستگاه قضاییه عراق علیه PMOI هشدار می‌دهیم و به مقامات عراقی و آمریکایی به خصوص به دفتر رابط جنایات نسبت به تعهدات آنها برای عمل کردن مطابق اصل قانون بین‌المللی به خصوص کنوانسیون 4 ژنو در رابطه با ساکنین اشرف یادآوری می‌کنیم. دال. از سپتامبر 2005 ساکنین اشرف از امکاناتشان برای خرید غذا، دارو و دیگر مایحتاج از وزارتخانه‌های دولت عراق محروم بودند. آنها همچنین با مشکلات بزرگی برای حل و فصل نیازهای لوجستیکی خود مواجه بودند. برای حل و فصل این مشکلات، وزارتخانه‌های عراق می‌بایستی حقوق فوق را به رسمیت شناخته، به آنها احترام گذاشته
و آنها را اعمال کنند. کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا 18 دسامبر 2007.